ای ببین، ای ما بازی اسپانیا و پرتغال نتیجه مساوی کنیم، یه مساوی هم بگیریم، بعد میتونیم به این ماهی چیزی هستیم تازه. یکم شما بیه چی؟ بیا بچه هم بغل کردم، شما بغل کنیم. نه نه اگه من خوشم نیمه این کار، تو همه محبتت بود مورد بچهت میشستم به من نیازی ندارم محبت بود. در نماز عید فطر امسال هم میلیون ها دست رو به آسمان شد تا بار دیگه سربلندی در آب خدا از آسمون هیچی نمیاد، باور کنه هیچ اتفاقی نمیفته. جمعه برنامه بدون تعارف شبکه 2 به مراسم نماز عید فطر مصلی تهران سری زد و از مردم خواست تا حرف دلشون رو برای مسئولین بگن. اگه جرأت دارم پخش میکنید واقعا بگی بی تعارف آرزه مرگ رهبر جمهوری اسلامی رو میکنم پخشش میکنید؟ نه 23 پخش میکنه، 23 بی تعارفه. آره 23 پخش میکنه بی تعارفه. جمله بدون تعارف داری؟ من ندارم اصلا جمله تعارفی ندارم. ببینم حرف بدون تعارف چی دارین؟ حرف بدون تعارف اینه که این دولت قدر این ملت رو بدونه. این حرف قشنگ این دعای خوبیه ناز شستت. این خلوص این ملت رو بدونه، تو رو خدا دلشون برای ملت بسوزه و برای کشور بسوزه کار کنه. شما از کجا دارید چیز میکنید مصاحبه میکنید؟ ما تازه میپرسیم علاکه مصاحبه رو کردیم. آره آره علاکه مصاحبه تفلی ترسی بیاره بود در واسی رو کنار بذارن به مردم خدمت بکنن، واقعا صادقانه به مردم خدمت بکنن. الان رو در واسی دارن؟ به نظر بنده میتونم بگم یه مقدار رو در واسی دارن. با رو در واسی دیگه هر چی رو تونستن خوردن، بعد تو داری صحبت از رو در واسی میکنی آدم های بیشتر رو دکر دزدیدن. چی داری میگی؟ رو دروازی با همدیگه است منظورش. رو دروازی مثلا یعنی شما میگی دادا شما بدوز، من میگم شما بدوز، تو رو خدا شما بدوز، با همدیگه رو دروازی داریم دیگه. میگه بذارید کنار بگو مستضعفانه واقعی امروز اومدن تو این جامعه میده بیا این جایی لحظه همیشه واقعیت باید شما چیز کنه. من دیدم تلویزیون هست بهت گفتم چی گفت؟ واقعیت ها رو بگید همیشه، یعنی که منظورش که اینقدر دروغ به مردم نگی، لیچار نگی. خطاب به مسئولی که بدون تعارف نمیشه گفت. چرا بگی؟ چی گفت؟ دیگه نمیشه گفت، میگیرنش. حالا بریم جایگاه مسئولی. ما لبخندمون زیاده متاسفانه، روتونم زیاده. ایوه با این کریه المنظر رو نگاه کن. این کیه؟ والا نیمروخش که آقای احمد خاتمیه. نه نیست. وای این میگه لبخندمون زیاده. اونا که نشون میدن فقط اخم ما رو علیه امریکا نشون میدن. ترا خودشه. اینقدر روزه گرفته لاغر شده نشناختمش. بدون تعارف در این حرف شما در روز عید، اعتماد مردم، نگاه به داخل، اعتماد به این جوان ها. این همونی که میگفت ما قدرتمندترین قدرت نظامی در خاورمیانه هستیم، با همه میتونیم برخورد کنیم فلان کنیم. ما مشکلمون در داخل کشور قابل حله، برجام واقعی ما داخل کشور. ما نباید بیرون دنبال حل مشکل باشیم. این وحدت و همدلیه مسئولین فقط روزای عیده یا نه؟ مثلا بی‌تعارف این ها. پولای بابام کجاست؟ پسته هاش کو؟ نه میدونید که مسئولین ما اصولا روابطشون پشت فعالیت‌های سیاسی روابط حسنه‌ایه. بازی نقش اپوزیسیون و اینو خانواده‌اش بازی میکنه، من خیلی زورم میاد. خواستم اینو بگم اتفاقا. بعد باز اون میان فیلم بازی میکنن که پدر ما مرگش مشکوکه. پدر شما دیگه 80-90 سال سنش بوده، مرگ مشکوکش کیلو چنده؟ یعنی منظور این که پدر ما یه برنامه‌ای داشت، اگه نکشته بودنش می‌خواست کارایی بکنه، هیچ کاری نمی‌خواست پدر شما بکنه. دیدید که در عروسی‌ها، ختم‌ها، ختم‌سورون‌ها به دور هم می‌شینن. فقط هم اونجا عروسی ما شما رو دور هم کدوم عروسی ما؟ عیدی چی دارید برای مردم؟ انشالله امنیت و آرامش. انشالله امنیت و آرامش. الان که ماشاءالله دیدی چقدر بچه ها الان دیگه مزار و عذیتی که به بچه ها میشه، چه امنیتی؟ چی میگن؟ دکتر عیدی شما به مردم چیه؟ عیدی ما به مردم اینه که
دولت با همه توان خودش در خدمت مردم خواهد بود. نه شما فقط ایدیت به مردم قولهایی باشه که زمان انتخابات به جوونا دادی که این کارا رو انجام میدیم. مردم چیز دیگه نمیخوان. ایدیتون به مردم. ما تلاش میکنیم برای خدمت رسانی. چه خدمتی؟ من میخوام بدونم که این برادرم لاریجانی، اون لاریجانی بزرگه، چه خدمتی تا حالا کرده؟ ایدی تو به مردم این بود که آقای محمد صلاح با وقاحت و تمام حکم اعدام براش بریدی و امروز اعدامش کردی. این ایدی تو به دراویش بود. چی بگیم ایدی مردم؟ مردم خودشون ایدیشونه میگیرن از خدا. یعنی دست بیده هم نداره حتی. یعنی تو حرفم دلش نمیاد بده. یعنی تو حرفم نمیگه. نامصب حریص. تو از آخون میتونی ایدی بگیری؟ ولی تو از نفت میگیری، مردم باید از خدا بگیرن. تو هم از خدا بگیری دیگه. آره تو از خدا بگیرن.